سوالی دیگر آمده است. طرز نماز حاجت را بیان کنید. یک نمازی هست برادر از به نام نماز حاجت. آیا همین نماز حاجت چگونه خوانده می شود؟ بازی در دست من سنن ابن ماجه است. در همین سنن ابن ماجه می بینیم میگد باب ماجا فی صلات الحاجه، یک باب دارد همین سنن ابن ماجه به نام صلات حاجت، نماز حاجت. اینجا دخیل که دیگر همه این راوی را من از سوید ابن سعید آمدگی تا دیگر از پیامبر میگد من کاند له حاجتون الالله او الى احد من خلقی. اگر میگه شما حاجت داشته باشیم به سوی الله یا حاجت داشته باشیم به سوی یکی از بنده های خدا، یا حاجت میبراید یا ضرورت میبراید، چوکندر کن فل یتوضا و یصلی رکعتین، طهارت کن. میگه دو رکعت نمازی حاجت بخوان. ثم یقول، بعد از اون وقتی که بود کردی نماز که بود کردی درکت، این درکت نمازی نافله، رنگ این درکت سنت بامداد بگیم، فقط همون نیت کردم میگذارم درکت نمازی حاجت، روی آوردم به قبله، مثلا قبله به جهت کعبه، الله اکبر، بعد از اون درکت هم میخوانی، رنگ همین نمازهای گفتم که سنت میخوانیش. بعد از اون که بود کردی بعد میگه همین دعا را بخون، لا اله الا الله الحلیم الكریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم اینی اسألك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و الغنیمة من كل بر و السلامة من كل اثم، اسألك الا تدع علی ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها لي، ثم يسأل الله من امر الدنيا والاخره ما شاء ما شاء فانه يقدر. این دعا را که خواندین بعد همین دعا را خواندن، برادرها و خواهرای عزیز، همون چی مقصدی که داشتین، همون چی نیتی که داشتین، چی حاجتی که بود، حاجت فرزند بود، حاجت مقصد یگان مبلغ بود، حاجت یگان خانه بود، حاجت یگان آشتی کردن بود، حاجت یگان سفر کردن بود، بعد از اون دعا را کردی بود کردی، بعد همون را از الله مهربان بخوا، ان شاء الله خدای مهربان تاریخی نماز شب پیامبرمون به ما تعلیم داد، خدا خواهد ثواب میگیریم.